اگه این برنامه خاصی میخواد، برنامه نمیشه خاصی در این خودش رو میخواد خیلی آقای اجالتا. سهراب، اگر که اجازه بدید ما انشالله در وقت خودش به این مسئله میپردازیم. اگر شما چند تای تعریف حق دادید، مونده، بله بله میفهمم، خیلی سریع حق کس زن در مسئله نسب هست که بله به پدر مادر خودش نسبت دادن، برخلاف غربی ها که بله زن رو به شوهر نسبت میدن، و فرزند هم باید به مادر و به پدر هر دو تا نسبت داده میشود، پدر و مادر مشخص میشود. یعنی فرزند باید به پدر و مادر نسبت داده بشه بله، و و زن هم به مثل خانواده نسب خودش، خودش، خانواده خانواده خودش نسبت پدریش. داده شد، نه اینکه به خانواده شوهر بله نسبت داده شود. بله همچنین حق زن در تصرف در مالی که داره، للرجال نصیب من مکتسبو و للنساء نصیب من مکتسبنا، بله حق کامل داره در تصرف مالش که بخواد ببخشد، وصیت کند، هر کاری که بخواد بکند، بله و مردم هیچ گونه حق اعتراضی در این قضیه نداره. بله حق زن در میراث، بله این بحث بسیار مهمی است که بله متاسفانه به اسلام خیلی در این قضیه ظلم شده، که متهمش میکنن که به زن ظلم کرده. ما اگه 2 دقیقه باشم یک خیلی بله مختصر بفهم هم چیز بدیم، بفهم نگاه کنید، میگن که اسلام به مرد 2 برابر حق زن داده. میگن بله این گونه نیست، بله همه جا این گونه نیست. بله نگاه کنید، فرمودن که یونسیکم الله فی اولادکم بله للذکر مثل حظ الانثیین، بله در مورد فرزندانتان پسر 2 برابر دختر هست. بله خب جاهایی ما داریم که سهمیه زن و مرد کیست؟ مساوی در میاد. یکی در بله میفرمان که پدر و مادر بله زمانی که میت فرزند داشته باشه بله 1/6 ارث می‌برند، مادر 1/6، پدر هم 1/6 مساوی مساوی است. بله و جاهایی ما داریم که اصلا دختر 2 برابر مرد ارث می‌برد، بله یه دختر باشه مثلا بله و مادرش و عموش مثلا، اینجا دختر نصف میگیره، بله مادر 1/8، هرچی موند مالش چیز دیگه، بله مال عمو میشه. بله پس اینجا نگاه میکنند، اسلام نگاه کرده به تحمل مسئولیتی که طرف داره در قبال میت، برای نزدیک بودن به میت و مسئولیتی که خواهد داشت، بله این 2 چیز هست، بله درجه نزدیکی به میت هست و مسئولیتی که این از شخص خواهد قرابت داشت. متوجه میشه. بله مسئولیتی که الان پسر میکشد بله خب بیشتر است از تحملی که مسئولیت عمو میکشه یا دختر به وقت دختر. 2 برابر بهش دادن. بله مثلا دختر اگه ازدواج کرد، بله حق وظیفش نیست که بیاد انفاق کنه بر شوهر خودش و بر برای فرزندانش، خانواده داره و شوهر بله داره و بچه داره. همون مال خودش هست، مهریه هم میگیره، بعد شوهرم برش انفاق کنه. بله ولی پسر چی؟ پسر اگر بعد بعد از میخواد ازدواج کنه مهر بده، بر پدر و مادر خودش هم بعد انفاق کنه، بر برادران کوچیکش اگه هست که مثلا فقیر هستن مثلا باید کمک کنه. بله خب اینا پس مسئولیت ها وقتی بیشتر شد، اسلام این قضیه رو مد نظر قرار داده که مسئولیتش طرف بیشتر هست، خب حقوق بیشتر بهش تعلق میگیره. بله وقتی مسئولیت کمتر شد، حقوق کمتر بهش تعلق میگیره. بله پس این دیده که اسلام داره و متاسفانه در جوامع الان بد جور داره تبلیغ برای اسلام میشه، نگون اسلام بالاخره برای زن حق قائل شده، اما در جوامع غربی شما نگاه کنید، مرد میاد کل اعضای خانوادهش رو محروم از ارث میکنه، به سگش میبخشه، به گربه میبخشد، به یک پرستار، به یک فرد دیگه، به یک جمعی خیریه میبخشد، تمام اعضای خانواده را محروم میکنه. محروم میکنه. اما اسلام این اجازه نداده. حتی اگر وصیتی باشد برای یکی از فرزندان اسلام در اینکه بخواد برتری بده، اون اعمال نمیشه، قبول نمیشه. نیست. لا بله وصیت لوارث. بله بله همچنین حق یعنی حتی ظلم نسبت به ورثه هم امکان نداره. امکان نداره. بله بل. همچنین از جمله حقوق زن که زن حق اعتراض داره، حق امر بالمعروف داره، حق نهی عن المنکر داره. بل المؤمنون المؤمنات بعض مولا و بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله. بس مؤمنون و مؤمنات، یا اون زمانی که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله. خب زن اومد اعتراض کرد پیش رسول الله در مورد خسار حق خودش شد. یا زمانی که اومدن زنان انصار پیش رسول الله گفتن که یا رسول الله یه وقت برای ما قرار بود، میخوام یاد بگیریم، میخوام امر دینمون یاد بگیریم، میومدن پیش رسول الله سوال میکنن. پس زن حق داره که اون اعتراضی هم که داره به زیبایی، همون که مرد حق دارد، زن هم حق داره که اعتراض خودشو بکنه. و آخرین حقی که ما میتونیم اگه در این برنامه بدیم، حق زن اگه یه وقتی در مسئله خلع هست، بله. که اگر شوهر حاضر نباشه زن رو طلاق بده، بله. و زن نمیتونه با این همسر زندگی کنه، حق خلع دارد که از مهریه خودش تنازل میده، کنار میاد، بله. و قاضی اجبارا زن رو طلاق میدهد. بله. این حقیست که زن داره. خیلی خیلی ممنونم و متشکرم. از دو فرمان میگن که وقت برنامه کاملا تمومه. اگر در پایان این برنامه، همطور که میدونید که حقوق زن در واقع بسیار زیاد است و ما خیلی سریع و گذرا ازش هستیم، بله بله. 10-12 تا حق مطرح فرمودید و کاملا استفاده کردیم،
شبهات هم در این زمینه هست که این شبهات ما وقتشو نداشتیم الان مطرح کنیم یا اینکه اونها را بازش کنیم، چون واقعا هر کدوم از این شبهات با دسیسه هایی که از نظر فکری درباره اون شده واقعا تیرهایی است که به سوی اسلام و قرآن نشانه رفته و باید بحث های خاص خودش رو دارد. برنامه های ویژه ان شاء الله در آینده شاید بهش اختصاص بدیم. خیلی ممنون، متشکرم از مشارکتتون در این برنامه. اگر به عنوان سخن پایانی در کمتر از یک دقیقه، کمتر از 30 ثانیه وقت دارید، ما کلا شناسایی یا شناساندن خانواده ها به خصوص زن مسلمان نسبت به این حقوقی که داره چرا هدفی رو دنبال میکنیم؟ بله، نگونید این ارزشی که اسلام به زن داده بله. و متاسفانه در جوامع چه از طرف خود زن این حق رو مد نظر قرار نده و به حق خودش آشنا نداره، آشنایی نداره بله. و اینکه چه بحث مردان هم متاسفانه در این قضیه متوجه این حق نیستن و خلالی که در جامعه به وجود اومده به خاطر اینکه زن این حق خودش رو نشناخته و این حق خودش ادا نمی‌کنه. حق این نیست که مثلا زن بخواد بی حجاب باشه یا بخواد همانند مرد بخواد زندگی کنه. هر کدام یک دایره خاص خودشون دارن که در دایره خاص خودشون باید فعالیت کنن که بتونن اون چیزی که خداوند فرمان که خلیفه من در روی زمین باشن اونو انجام بدن. ممنون، متشکرم. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. برنامه زندگی بهتر به حقوق شما مردان و زنان و فرزندان جامعه توجه داره. در این سلسله برنامه ها سعی کردیم، تلاش کردیم اون چیزی که قرآن و سنت مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان برنامه و آیین زندگی و ما انسان های مسلمان به ارمغان آوردند رو با زبانی که قابل فهم و میسر و آسان باشه خدمت شما تقدیم کنیم. کوتاهی ها، نواقص، اشتباهات ما را به خودمون واگذار کنید و ما را ببخشید. آنچه که ما آرزو داریم اینه که ما انسان‌ها در راه خداشناسی دست همدیگر را بگیریم و جامعه و خانواده را به خصوص که کانون اساسی جامعه هست را به سوی سعادت و خوشبختی سوق بدیم. شناساندن وظایف و اجرای درست آن و شناساندن حقوق و مطالبه درست به موقع آن بهترین و روش برای اصلاح جامعه است. این اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله. امیدواریم که موفق و معید باشید هر کجا هستید. در امان و حفظ خداوند یکتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. من